ادامه خبر هاست. کشور عبدالجبار تقوا که قبلا به اساس حکم رئیس جمهور به حیث والی کابل مقرر شده بود، امروز رسما معرفی شد. آقای تقوا پس از معرفی توسط رئیس ارگانهای محل به حیث والی کابل تاکید کرد در صورت که جلوی قانون شکنی ها گرفته نشود، هیچ کس به شمول قانون شکن مسئولیت نخواهد داشت. همکارم عبدالوکیل نایبی گزارش می دهد. اخیراً به اساس حکم رئیس جمهور 7 والی به سمت‌های جدید در 7 ولایت مقرر گردیدند. عبدالجبار تقوا که قبل از این 2 سال و 6 ماه به حیث والی تخار ایفای وظیفه میکرد، جدیداً به عوض محمد الله علیزی به حیث والی کابل مقرر گردید. در مراسم رسمی معرفی وی، شماری از اعضای پارلمان، شورای ولایتی و شهریان کابل نیز حضور داشتند. توظیف محترم عبدالجبار تقوا به حیث والی ولایت کابل طبق متن پیشنهاد منظور است. والی جدید کابل همکاری شهریان کابل و هماهنگی در میان ادارات دولتی را یکی از موفقیت‌ها در امور کاری باشندگان کابل اعلام کرده، افزود در صورتی که جلوی قانون شکنی ها گرفته نشود، هیچ کس در این کشور احساس مسئولیت نخواهد کرد. آقای تقوا همچنان گسترش فساد اداری در سراسر کشور را نگران کننده می‌خواند. فساد اداری در سراسر کشور بیداد می‌کند. فساد اداری در نظام به گونه موریانه هست که آهن جامه ها را میخوره، آهن باب میخوره، کم قوت میسازش. حکومت ها را فساد اداری بسیار ضعیف میکنه. والی جدید کابل از همه رسانه ها خواست که عملکرد وی در راستای کاریش را پیگیری کرده و در صورت بروز هر گونه تخطی آن را منتشر سازند. خبر اخیر از کشور این که معین محافظت عامه و تصدی های وزارت امور داخله و رئیس عملیاتی معینیت محافظت عامه این وزارت امروز معرفی شدند. عبدالجمیل جنباش با عنوان معین محافظت عامه و تصدی های وزارت امور داخله، سید کمال سادات به حیث رئیس عملیاتی معینیت محافظت عامه و سردار محمد سلطانی به عنوان رئیس محابس و توقیف خانه ها گماشته شدند. آقای جنباش که تازه به کارش آغاز کرد، تطبیق قانون را از اولویت های کاری خود عنوان کرد. بر بنیاد تغییرات اخیر در نهادهای امنیتی کشور، عبدالجمیل جنباش رسما روز شنبه به عنوان معین محافظت عامه و تصدی های وزارت امور داخله کارش را آغاز کرد. مقام ها در وزارت امور داخله میگویند این تغییرات به خاطر تامین هرچه بیشتر ثبات و امنیت کشور صورت گرفته است. کسایی که تعیین شدند، هر سهشان در اشتهای خود در بخشایشان که انتخاب شدند، با اساس ضرورت اداره، با اساس پیشنهاد اداره، با اساس منظوری ریاست جمهوری و با اساس تخصصشان، جناب سلطانی صاحب تخصصی امورات مابوسینه دارند، جناب سعادت صاحب که در رئیس عمومی شدند، اینها بنیادگذار و تهدابگذار محافظت عامه که ریاست بدن با معینت ارتقا کردن، و همچنان آقای جنبش هم یکی از کنکارای امورات پلیس و تنظیم کننده های بخش های مختلف پلیس بودن تعیین شدن. از سوی هم آقای جنبش در مراسم معرفیش به این سمت تطبیق قانون را یکی از اولویت های کاری خود اعلام کرد. ما امیدوار هستم که بهترین اصل بر ما تطبیق قانون هست. تا جایی که بر ما قانون اجازه میتن، ما باید وظایف و مسئولیت های وظیفه خود در روشنی قانون به سر برسیم. گفتنی سید کمال سادات به حیث رئیس عملیاتی معینیت محافظت عامه و سردار محمد سلطانی به عنوان رئیس محابس و توقیف خانه ها سوی رهبری وزارت امور داخله گماشته شدند. ادامه خبرها. اگر یک افغان به شهر اورومچی چین سفر کند، به 17 ساعت پرواز و بیش از 16 ساعت دلار هزینه نیاز دارد. رئیس اتاق تجارت و صنایع افغانستان در چین بازار این مطلب میگوید از 4 ماه بعد این سو بنابر دلایل نامعلوم پروازهای مستقیم افغانستان چین متوقف شده است. مقام ها در وزارت های ترانسپورت و تجارت با پذیرفتن این مشکل میگویند که کاهش در رقم صدور ویزا سوی سفارت چین در کابل سبب این مشکل شده است. مسافر قوقندی گزارش میدهد. رئیس اتاقهای تجارت و صنایع افغانستان مقیم چین در یک گفتگوی ویژه با تلویزیون آریانا از مشکلات تاجران افغان مقیم چین خبر می‌دهد. فیض محمد قاسمی رئیس این اتاق می‌گوید عدم توجه مقام‌های حکومتی سبب آن شده که با گذشت هر روز این مشکل‌ها افزایش یابد. وی از قطع پروازهای مستقیم افغانستان به اورومچی و متوقف شدن کالاهای تاجران افغان در مسیر را در کشورهای قزاقستان و ازبکستان خبر می‌دهد. مشکل اساسی ما در 4 ماه اخیر قطع پروازهای آریانا است. متاسفانه موضوع را ما با مقامات ریاست آریانا در جریان گذاشتیم. وزارت محترم تجارت، پارلمان افغانستان، هیچ کدامشان هیچ گونه توجهی ندارند.
وزارت‌های ترانسپورت و تجارت با پذیرفتن این چالش‌ها می‌گویند که کاهش صدور ویزا از سوی سفارت چین در کابل و همچنان سیاست‌های دوگانه حکومت ازبکستان سبب این مشکلات شده است. وزیر ترانسپورت و هوانوردی می‌گوید اگر صدور ویزا از سوی سفارت چین به تاجران افغان از 50 ویزا در هفته به 100 ویزا افزایش یابد، شرکت‌های هوایی افغانستان هیچ مشکلی برای اثرگیری پروازهایشان ندارند. آریانا آماده است که ما ازیرم تا 50 چوکیر خالی برم بیایم. اگر امیس به 100 نفر تبدیل شوه و ما 100 نفر مسافر داشته باشیم، ما هفته یک روز حتما پرواز میکنیم و سر است با. این از نظر رفت آمدی که مسئولیت وزارت ترانسپورت است که امیس زمینه را مهیا کنه، باید هیچ مشکلی نیست. ما قرارداد هوایی با چین داریم، میتونه هر وقت شرکت های ما به چین سفر کنه. این در این رابطه کدوم مشکلی وجود نداره یا کدوم شکایتی هم به ما نرسیده. من در چین در سفارت سر خبری کردیم، آقای متاسفانه دغه کم سوداګر چې چین ته زی دعوت نامې تر کوړي چې دوی دعوت نامې ولري هغه ته ویزی ورکول کیږي او دا ویزی بیا دستجمی ورکي. هغه کمپنی دلته معلومی دي چې کوم کمپنی نو دوی دغه ویزی باید واخلي او دغه کسان چې زی دی وی میشت لپاره باید لاړسي. این نخستین بار نیست که تاجران افغان از بدرفتاری مقام های سفارت چین در کابل خبر میدهند. چند پیش شمار از تاجران از گرفتن رشوه گزاف در صدور ویزا و در عین زمان صدور ویزاهای گروهی از سوی مسئولان چینی در کابل شکایت کرده بودند. توجه نمایید به پیشگویی وضعیت آب و هوای چند شهر بزرگ کشور که به اساس درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. کابل فردا آفتابی می باشد، بلندترین درجه حرارت 26، پایین ترین 11. هرات نیز آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 29، پایین ترین 10. و مزار شریف همچنان آفتابی است، بلندترین درجه حرارت 27، پایین ترین 12. جلال آباد نیز آفتابی، بلندترین درجه حرارت 31، پایین ترین 12. سرانجام قندهار نیز فردا آفتابی، بلندترین درجه حرارت 30، پایین ترین 12 درجه سانتیگرید پیش بینی شده است. سپاس از همراهیتان، لحظات خوش داشته باشید. خبرها با پایان رسید. از همراهیتان سپاس میکنم. شب خوش داشته باشید. اخبار